سلام به همه بچه های ساکر پادکست امیدوارم که حال خوب باشه اومدین پیش بازی فینال کاراباوکاپ بین چلسی و لیورپول که میتونه آخرین فینال شاید یورگن کلوب با لیورپول باشه بازی خیلی باحالی میشه و برای بچه هم که تازه ما رو میبینن ما رو فوتبال اروپا صحبت میکنیم لایو ریاکشن به بازی حساس اروپایی میایم اگه دوستای ما رو سابسکرایب کنین و علامت زنگوله هم بزنین که ما هر میایم لایو یا آیتم خودتون خبردار بشین عطا رو داریم چطوری عطا خوبی سلام سلام من بچه ها که حال همه خوب باشه حالا تو هم خوب باشه بریم فینال رو بررسی کنیم یه لیورپول کلی مسئول آره. داره در در جریانی آره حالا من اول مسئول دو تیم رو براتون میگم بعد ترکیب احتمالی رو میگم براتون از چلسی فوفانا، تیاگو سیلوا، لاویا، روبرت سانچز، ریس جیمز، کوکوریا اه... چوکو انقدر اینا اسمشون عجیبه کارنی چوکو بو آره و آقای بادیاشیل و اون یکیشون آقای و لزلی اوگو چوکو بوکو همشون اینا خدا تادبولی بکشه که انقدر اینا کلمات بی سر و صدا پشت سر همه خب این وقت مصومای لیبرپول رو بگیم آرنولد، آلکانترا، باجتیچ، سلا، ماتیب، سابوتسای، یوتا نونیز، کرتیس جونز آلیسون بکر ببین اسمه آره قشن قابل خوندن با اینا و بازی یه اسکوات بود ترکیب اصلی دو تا تیم خوندی دیگه مصطوم که آره به خاطر همین گفتم طول میکشه اینترو برنامه <تصفر> <تصفر> کلی مصطوم تازه مصطومیتاشون رو نگفتم از چه ناحیه‌ای دیگه و اینکه بازی توی ومبلی برگزار میشه و اینکه ترکیب احتمالی دو تیم رو برات میگم لیورپول احتمالا 4 بازی کنه طبق پیش بینی وبسایت ها و کلهر بازی کنه توی تیم و جوگومز ابراهیم کناته و ابراهی وندایک و رابرتسون توی خط دفاع مکالیستر اندو و گراونبرگ تو خط هافک و الیوت و گاکپو لویزیاز هم تو خط حمله احتمالاً برای لیورپول بازی کنن بچه ها هر موقع که فکر میکنن که تکیبی نیست برام کامنت بزنن ترکیبشون از نظرشون چیه برای این بازی و اینکه ترکیب پردیکتد چلسی هم 4 که پتروویچ بازی میکنه گوستو دیساسی کولویل چیلول میتفیلر ها یعنی هافکا کایسدو و انزو فرناندز هافک تاجمی گلگر وینگر راس پالمر وینگر چپ رحیم سرلینگ نوکم مار زخمی و خطرناکی به نیکولاس جکسون که به تمام دروازه خالی ها رو نه نمیگه و همه رو در و دیوار میزنه ولی حالا الان حسین دلست... اینجا بود میدونه چی میگفت روش بگو میگفت که رشبورد داری هنوز هتریک نداره هنوز هد... چیز علی... داره جکسون داره <تصفح> دقیقا الان میامد اینجا سفید چویی میکنم برای جکسون حالا من از آمارم بگم برات پنج تا بازی کلینشیت نکرده چلسی و لیورپول هم هفت تا بازیه که کلینشیت نکرده. آخرین بازیاشون هم کلین شیت الان که دیگه بود. با شنم... آره اصلا خیلی الان فکر میکنم تمام احتمالا به که این بازی پرگل جذاب ببینیم و حالا حتی نظر چیه به نظر آخرین جام یعنی آخرین فینال کلوپ با لیورپول کلا ببین دلین... راجب بازی حالا فکر میکنم بازی باشه که خیلی اهمیت بیشتری واسه چلسی داشته باشه حالا چلسی که دهم همه جدوله و شاید به تنها فینالی که میتونستن حالا در کنار فیکاپ رسیدن و میخوان قهرمان بشن با توجه به اینکه خب لیورپول هم توی کورس قهرمانی پریمیر لیگ احتمالا تمام تمرکزشونو میذارن اونجا به خاطر اینکه عمر اسکواد چون زیادی هم ندارن و توی اروپا توی اروپا لیگ هم فکر میکنم باید با اسپارتا پراگ بازی کنن که چهار یک گالا رو بردن و تو سه, سه چهار رقابت لیورپول حاضره و با اون قصد کمی, کمی که داره بعید بدونم خیلی انرژیشون رو زیاد بسه این بازی صرف کنن و بخوان با بزنن خودشون رو این کاپ و احساس میکنن بازی که چلسی خیلی بیشتر میاد حجومی بازی کنه واسه برد بازی کنه و اینکه لیورپول بخواد دفاع کنه ولی اونجوری انرژیشون رو نمیذارن و م... دیگه چی پرسیدی تو؟ یه چیزی دیگه پرسیدی دیگه همین دیگه ولی من چیزی مخم نه, مخم مده... نه ولی من میخواستم آمار جدلشون هم برای برا بچه ها بگم به 26 تا بازی که لیورپول کرده 18 تا شو برده 6 تا مصابی 2 تا باخت اول با 60 امتیاز چلسی دهم با 35 امتیاز ولی ب... فکر میکنم چلسی روی فرم بهتر نمیخوام بگم روی فرم بهتر لیورپول خب خیلی خوب در لوتون هم 5 تا زد, زد ولی میخوام بگم دار. چلسی دستش بازتره حتی انگیزم شاید لیورپول بیشتر داشته باشه نمیدونم که چرا آدزا رو من به سمت چلسی میبینم به خاطر که لیورپول به قول مسئله عمق اسکات براش پیش میاد و بازی که خیلی مصدوم تاثیرگذار داره دیگه خیلی بازیکن کنه تأثیر تو این تیم مصدوم و احتمالاً حالا راجبه خود بازی هم بخوایم چیزی که تو بازی اتفاق میفته صحبت کنیم احتمالا چلسی بتونه از طریق وینگراش که حالا خیلی هم رو فول فورمن فول، رو فورمن استرلینگ و پالمر بتونه قشنگ استفاده کنه از فضای پشت مدافعین لیورپول البته گومز بد نبوده دفاع راست حالا باز نمیدونم بچه لیورپول نه گومز که تعطیله بد نبوده باب. بابا الان شما ببین الان بازی کنه نمیدونم به نظرم خیلی اون عمق اسکواده خیلی میتونه مثلا رو جای دیگه تمرکز بذاره قوی کنه عمق اسکواد مثلا هافکشون خیلی تحت تاثیر بیشتری تا گومز نمیدونم من به نظرم که تو که دفاعی ندارن الان آرنولد ندارن لازم تدافعی خوبیه نه گومز اصلا آرنولد که وظیفش این نیست دیگه ببین ما اینو حالا ما 7 8 ساله که یورگن کلوب مربی لیورپول بود ما به عنوان رسانه بعد اینو بیشتر میفهمیدیم که اون خودش میدونه که اون آرنولد ضعیفه تو دفاع ولی اون کاربردی که داره به عنوان حالا فول بک تو مسئله تهاجمی سانتراش یا حتی بازی با توپش اینا خب همش توجیه میکنه که شما این بازیکن رو فیکس بذاری دیگه اون بازیکنی که هافک هم بازی میکنه کلا بازیکنی که هافک بازی میکنه حتی بازیکن مسلطیه یعنی بیشتر پستا رو میتونه بازی کنه. مثلا تو اون سبک آرنولد حالا به یادم اومد چی پرسیده بود گفته بودی که این آخرین فینال کلوب میشه با لیورپول بعید آره بدونم به اینکه آره آره اصلا کلا پرچه لیگ اروپا رو دارن و فکر میکنم که اونجا حالا با توجه به که کشیده شد مسیر مس... راحت تری داره لیورپول احتمالا اونجا تیمایی که بیان بالا مثلا میلان باشه و حالا یکی از بین برایتون و روم و اونجوری کار سختی نداره فکر میکنم لیورپول واسه قهرمان شدن احساس میکنم یه فینال هم اونجا دارن و حالا اف کپ هم هم شانسشو دارن به خاطر همین بعید بدونم که آخرین فینال کلوب باشه و راجب حالا این یکی سوالت یادم رفت راجب آرنولد بود آره حالا آرنولد که ولی مصدومه ولی خب خط حمله شو خیلی دستشون بست است حالا نظر راجب این قضیه نونیز صلاح نیست خ خیلی یوتام نیست ثابت آره محمد صلاح بازی داد بعد از مصومیت طولانی که داشت برگشت بازی شد دوباره مصوم شد جوتا هم که بازی قبلی مصوم شد کرتیس هم میتونست اونجا بازی بده خب اونم مصوم شده کلا دستش خیلی اون بالای زمین بسته است آره همه مصومن و میگم خیلی لیورپول کار سختی داره اگه این بازی رو در بیاره حالا بدون توجه به وضعیت چلسی و حالا شرایطی که توشن به نظرم اینقدر تفاوت دوتا اسکواد و حالا عمقشون با توجه به تمام مسئول های چلسی به نظرم زیاده که میشه واقعا تمام کردیت تو به کلوب داد اگه لیورپول قهرمان بشه و ولی آره ولی من فکر میکنم که حالا مصاحبه هم که کلوب کرد گفت که همه شانس رو به لیورپول میدن ولی اینجوری نیست و چلسی شانس زیادی داره منم احساس میکنم که چلسی این بازی حالا مدل بازی رفتشون تو لیگ که یک یک شد بازی میکنه خیلی لیورپولو سعی میکنه بهش فشار بیاره پرسه بالا و خسته کنن بازی کنن لیورپول با توجه به و ضعف اسکوادی که دارن احساس میکنم خیلی بیشتر شانس چلسی شانس به چلسی میدم تا لیورپول منم نمیدونم چرا تعدلم حالا با بالاش باز شد نتیجه عوض شد ولی من یه تقریبا راحت میدونم برای چلسی نمیدونم حالا چه جوری بگم مثلا دو هیچ اصلا روحت من خیلی راحت نیست ولی چلسی منم چلسی بچهای تو خونه برام کامنت کنیم به نظرتون کی قهرمان میشه من ولی دوست دارم کلوب قهرمان شه خداییش ولی چلسی دعوتتون گم میبینید بله.